بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين ودع الناس والحجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين خدمتي بنندقون عزيز خانواده های گرامی و محترم ارز سلام و احترام دارم و از خداوند متعال سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را برای شما ارزومنده. با بیان احکام خانواده بحث احکام محرمیت را خدمت شما ارائه می کنم. اسبابی که به واسطه اونها انسان ها با همدیگر محرم می شود، بیان شد که سه تا سبب نسب رضا و شیر خوردن و ازدواج هست احکام شیر خوردن و شرایطی که به واسطه اونها حکم محرمیت پدید می آید بیان شد گستره احکام رضا و این که به واسطه رضا چه کسانی با چه کسانی محرم می شود نیز خدمت شما تقدیم شد در این جلسه به برخی دیگر از مسائل و احکام شیر خوردن اشاره می کنم و امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد یکی از احکامی که در بحث شیر خوردن حالا خارج از بحث محرمیت مطرح هست این است که مستحب است هر مادری به بچه خودش شیر بدهد و خیلی بجا و شایسته است که کودک از شیر مادر خودش استفاده کند و در اسلام نیز این مسئله به شدت مورد تاکید قرار گرفته است همان گونه که علم پزشکی امروز نیز به اثبات رسانده است که هیچ غذایی نمیتواند جایگزین شیر مادر باشد و شیر مادر برای کودک بهترین غذاست که موجب سلامتی و پیشگیری از بسیار بیماری ها میتواند باشد. در روایات ما نیز شیر مادر با برکتترین غذا برای کودک به حساب آمده است و هیچ چیزی دیگر نمیتواند به جای شیر مادر استفاده شود مگر آنکه زنان دیگری که، از جهات دیگر برتری داشته باشد بر مادر مثلا از جهت شرافت پاکی افت و تقوا اگر زن دیگر بهتر از مادر کودک باشد در این صورت میتواند کسی دیگر شیر بدهد اما در غیر این صورت بهتر این است که باید با شیر مادر کودک تغذیه شود خب این در مقایسه با خود افراد که کودک بخواهد از شیر انسان استفاده کند اما حالا در مقایسه با شیر مادر با شیر خشک و غذاهای کمکی دیگر خب اینجا دیگه جای مقایسه نیست و طبیعی و روشن است که شیر مادر بهترین غذا برای کودک به حساب می آید که هیچ جایگزینی دیگری نمی تواند به جای اون قرار بگیرد نکته دوم در بحث شیر خوردن یا شیر دادن این است که کسانی که غیر از بچه خودش به کسان دیگر شیر میدهد در اینجا رعایت این نکته باید به صورت جدی مطرح باشد که در احکام فقهی ما نیز به صورت استحباب بیان شده است که مستحب است زنها رو منع کرد از اینکه هر بچه ای را شیر بدهند و خاطر اینکه در اثر همین شیر دادن های بدون حساب و کتاب و بدون این که ثبت و ضبط بشود در جای احتمال دارد که در اثر همین شیر دادن های مکرر و متعدد بعدا بین همین بچه هایی که از یک زن شیر خوردن و با هم محرم هستند اینا بعدا ازدواج کنند و معامله نامحرم را با هم داشته باشند در نتیجه همین بدون نظم و ثبت و ضبط بودن ممکن است که کارهای حرامی اتفاق بیفتد لذاست که استحباب داره که زنها از هر کسی به هر کسی شیر ندهند و اگر هم میخواهند شیر بدهند قطعا اینها را ثبت کنند و به خاطر بسپارند در جای اینها را به صورت رسمی باید برای خودشون یادداشت کنند تا اینکه بعدا مشخص باشد که چه کسانی با چه کسانی می توانند ازدواج کنند و احکام محرمیت را جاری کنند و چه کسانی این کار را نمی توانند انجام بدهند اما موارد این نیز وجود داره که هیچ زنی نمی در چنین جاهایی اصلا به کسی شیر بدهد به خاطر اینکه گاهی هست که به واسطه شیر دادن ممکن است که حقوق شوهر از بین برود و در یک چنین جاهایی نمیتواند شیر بدهد به کسی دیگر اما در بعضی جاهای هم وجود دارد که اگر به کسی هم شیر بدهد هیچ حقی از حقوق شوهر ضایع نمی شود در اینجا می تواند به کسی شیر بدهد اما جایز نیست بچه ای را شیر بدهد که به واسطه شیر دادن اون بچه خود زن به شوهرش حرام بشود مثلا موردی هست که حالا توزیش بیشتر باید عرض بکنیم در ادامه بحث خواهد شد اگر شوهر زن یک دختر شیرخاری رو حالا نه به قصد ازدواج یا به قصد ازدواج یا به هر دلیلی برای خودش عقد کرده باشد خود زن این شوهر که دختری خورسال را برای خودش عقد کرده اگر برود همون دختر خورسالی که به شوهرش درآمده او را شیر بدهد و به خاطر شیر دادن که احکام محرمیت باید در او به وجود بیاید ممکن است در این وسط این دختر شیرخوار که از یک طرف به عقد شوهر این زن هست و از طرف دیگر به خاطر خوردن شیر دوباره اون شخص این زن شوهر می شود مادر خانوم اون شوهر خودش از این جهت می شود حرام و به خاطر که این حرام پیش می زن نمی تواند دختری خورد سالی که بقر شوهرش درآمده است او را شیر بدهد تا بدین وسیله خودش بر شوهرش حرام بشود یا من لا ومن في, سر و في علن اما موارد نیز وجود داره که شیر دادن مانع نداره مثلا سوال شده که شخصی از ایال اول خود بچه شیرخوار داره آیا ایال دومش وقتی آمده است می تواند به اون بچه شیر بدهد یا نه جواب دادن که مانع به نظر نمی رسد و اشکال نداره سوال دوم این است که آیا خواهر میتواند برادر خودش رو شیر بدهد یا نه جواب داده که اگر زن از شیر شوهر خودش برادرش را شیر بدهد اون زن به شوهر خودش حرام نمیشه اما خوب است که احتیاط نماید و این کار را انجام ندهند و زن به برادر خودش از شیر شوهر خودش شیر ندهد سوال بعدی این است آیا زن می تواند فرزند برادر یا خواهر خودش را شیر بدهد یا نه که جواب دادن این مانعی نداره آیا خیشاوندان نزدیک می توانند به بچه شیر بدهن مثلا امه میتونه به براد از خودش شیر بده یا نه جوابش این است که حرمت تکلیفی وجود نداره که یک حکمی آمده باشد اجازه نداده باشد که نزدیکان به هم دیگر شیر ندن اما اگه شیر دادن باید قطعا اون احکام رضا و محرمیتی که به رضا پدید میاد اونها را مراعات کنن و دقت داشته باشن که خدای نخواسته در این وسط یک حرامی صورت نگیرد اما یک راهی برای اینکه همسر برادر با انسان محرم بشود یه راه شرعی بیان شده است خب این نکته بسیار مهم است برای اینکه در بسیاری از خانواده ها دو تا برادر با هم زندگی می کنند و از طرف دیگر چون زنی برادر به انسان محرم نیست و ممکن است مراعات احکام نامحرمی از جمله حفظ حجاب و امثال اینها برای یک خانواده و برای این دو برادر که در یک خانه زندگی می کند بسیار سخت و دشوار باشد لذا سوال میکنند و گاهی هم برای نجات از این مشکل دنبال یک راه حل شرعی میگردند که به چی وسیله بی توانند خودشان را از این موزل بیرون بیایند و زحمت های بیشتر پرهیز کنند راهی که برای این مسئله بیان داشتن این است که اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم بشود باید یک دختر شیرخاری رو مثلا به اندازه دو روز برای خودش عقد کند و در آن دو روز با شرایطی که بالاخره برای حکم رضا وجود داره زن برادرش اون دختر رو شیر بدهد این هم همون مسئله است که پیشتر اشاره شد که اگر یک از این دو برادر میخواهد دختر شیرخوار رو عقد میکند و اون عقد هم باید حتما همراه با محریه و کل شرایط عقد باشد و به مسلحت دختر هم باشد که بعدا توضیح بیشتر خواهیم داد بعد از آنی که یکی از این برادرها اون دختر شیرخار را به عقد خود در آورد دوباره همون دختر شیرخار را بسپارد به زن برادر خودش و زن برادرش هم به تعدادی که حکم رضا و محرمیت به واسطه رضا پدید می آید به او شیر بدهد در این صورت چون زن برادر می شود مادر زن رضایی و با این وسیله محرمیت بین این برادر و اون زن برادرش به وجود می آید و این یکی از راه حل های شرعی است که در این زمینه مطرح شده است اما موارد هم وجود داره که شیر دادن سبب می شود کل خانواده متلاشی می شود و زن و شوهر هم باید حتما از همدیگر جدا بشود مثلا یک موردش همان گونه که بیان شد که در جایی که دختر شیرخوره به عقد شوهر زنی باشد و زن برود همون دختر را شیر بدهد خود خود این زن بر شوهرش حرام میشه این یک از مواردیه که باید نهایت دقت صورت بگیرد مورد دوم هم به فتوای بیشتر فقها ها اگر زنی بچه دختر خودش رو شیر بدهد اون دختر به شوهر خودش حرام میشه ولی اگر بچه پسر خودش رو شیر بدهد زن پسرش به فتوای همه فقها بر شوهر خودش حرام نمیشه اینم یک نکته مهم دیگر هست که باید به با اون توجه کرد اما مواردی که شیر دادن به خانواده خلل وارد نمی کنه و هیچ مشکل را به وجود نمی آورد بسیار سریع و گذرا خدمت دیم می کنه. که اگر زنی از شیر شوهر خود کسانی را که حالا اسم میبریم اینها رو شیر بدهن شوهر بر او حرام نیمیشه مثلا اگر زن برادر و خواهر خودش رو شیر بدهد یا امو امه خاله و دایی خودش رو شیر بدهد سوم اولاد امو یا اولاد دایی و مامای خود را شیر بدهد چهارم برادر زاده خودش را شیر بدهد پنجم برادر شوهر یا خواهر شوهر خود را و ششم خواهر زاده خواهر زاده خود یا خواهر زاده شوهرش را شیر بدهد هفتم امو امه دایی و خاله شوهرش رو شیر بدهد و هشتم نوه زن دیگر شوهر خود را هم شیر بدهد در همه این موارد این زن برای شوهر خودش حرام نمیشه و هیچ مشکلی در روابط این خانواده به وجود نمیآید و یه نکته که در اخیر به اون اشاره کنم و نکته مهمی هم هست این است که درست است به واسطه رضا و به واسطه نسب و ازدواج حکم محرمیت پدید می آید و انسان ها از این سه طریق با هم محرم می شوند اما یک تفاوتی بین احکام نسبی و رضایی وجود دارد که توجهی به اون حایز اهمیت هست و آن نکته این است که کسانی که از طریق شیر خوردن با هم محرم می شوند خب اینجا با هم محرم هستند و مستحب است که نسبت به همدیگر احترام بگذارند همون احترام محرم بودن را نسبت به همدیگر مراعات بکنن اما تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که در جایی که به طریق از طریق نسب با هم محرم می شوند علاوه بر اون حرمت محرم بودن خب در نسب ارث هم بین اینها مطرح است و از همدیگر میراث میبرند و در عین حال در احکام رضایی و محرم رضایی تنها همون حفظ حرمت محرمیت باید مراعات بشود اما بین اینها ارث و میراث مطرح نیست و این یک از تفاوت هایی که بین احکام محرمیت به واسطه نسب و محرمیت به واسطه رضا وجود دارد ان که با دانستن این مسائل و احکامی که ممکن است با اونها سر و کار پیدا بکنیم امیدوارم که خداوند متعال توفیق عمل به احکام مسائل اسلامی به همه ما عنایت کند شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحه وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين